با هم دیگه اومدیم با یه چالش درفت خفن. خداییش سخت بشه دنی پینکمن بره درفت بازی بکنه، یعنی اصلا اینجوری نیست بگم نه درفت اوف داره واسه من پرو گیمر، نه اصلا بحث این نیست. من هنر کنم همون ویکند لیگو بازی کنم که یه جوایزی بزنیم هفتگی، و واقعا وقت نمی‌کردم این مدت که درفت برم، ولی دیدم که الان که تیم اف سیزن تموم شده و کارت‌های کوپا آمریکا و یورو اینا اومده، میطلبه که یه ویدیوی دو قسمتی چالشی درفت بریم. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که این ویدیو مخصوص یورو 2024 و یه چالشی داریم که جلوتر موقعی که خواستیم بازیکن‌ها رو برداریم توضیحش میدم و خیلی خفن، و پارت دومش هم میشه مربوط به کوپا آمریکا. پس پیشنهاد می‌کنم حتما تا آخر ویدیو رو ببینید که چالش خیلی باحالیه، مطمئنم خوشتون میاد. و اگه دوست دارین کلا ویدیو درفتی بذارم و اون ویدیو پارت دومم زودتر بذارم، همین الان با لایک و کامنت انرژی رو بفرستین و بریم ببینیم چه خبره. بدون متلی از همینجا با توکن وارد درفت میشیم. درفت آنلاین هم هست و اینکه گیم پلی هم داریم، یعنی ته ویدیو بعد اینکه تیمو چیدیم یه مچ میریم. خب حالا مهم نیستش اون یه مچ رو ببریم ببازیم هر چی بشه، ما قصدمون تست کردن تیمه، حالا توی یه بازی میتونیم این کار رو انجام بدیم. بعد ببین چالشی که داریم، همونجوری که گفتم توی این ویدیو تممون کلا تم یوروه. توی این چالش ما هیچ بازیکن از قاره خارج از اروپا رو نمیتونیم برداریم، یعنی اگه توی یه پلیر پیک فران تورس گولد بود کنارش رونالدو نازاریو، ما نازاریو رو نمیتونیم برداریم چون برزیلیه و آمریکای جنوبی. حالا تو ویدیو بعدی دقیقا برعکس میشه، ما میتونیم برزیلیا رو برداریم ولی اروپایی ها رو برنداریم. چالش سختیه دیگه، اگرم توی یه پلیر پیک کلا بازیکن اروپایی نده که خیلی سخت بشه نده، ولی اگه اینجوری باشه و کلا مثلا برزیل و آرژانتین و فلان بده و هیچ اروپایی نباشه، ما بازیکن رو برمی‌داریم ولی بازیش نمیدیم، میذاریم رو ذخیره یا رزرو و کلا نمیتونیم از اون استفاده بکنیم. و غیر از اون یه اولویتی هم ما داریم که با کارتای اسپیشیال یوروه، یعنی اگر توی یه پلیر پیک ما یه بازیکن خیلی خیلی خفن مثل امباپه تیم آف دیر یا تیم آف دیسیزن مثلا زدیم و کنارش بازیکن کناریش یه بازیکن پستو گلوری یورو بود، حالا شروورترین حالت ما باید اونو برداریم چون کارت اسپیشیال مخصوص یوروه. فورمیشن ها ماشالله یکی بدتر، و واقعا من هیچ کدوم این فورمیشن رو امسال بازی نکردم، نمیدونم کدومشون خوبه و چجوریه، ولی حس میکنم نمیدونم چرا 5-3-2 جوابه. و اینکه 5 دفعه رو واقعا مخالفشم و هر کی جلوم بازی میکنه بهش فوش میدم، ولی 5-3-2 رو برمیداریم آقا. برو بریم واسه کاپیتان. خیلی بد داد. فرناندو تورس رو برمیدارم حتی به غلط، چون ندوت کارت بهتر داره، براردی کارت بهتر داره، و همینا فرناندو تورس رو برمیدارم چون کارت بهتر نداره. ولی ناراحتم کرد. خدایش به عنوان پلیر پیک اول و کاپیتان کوبون تو صورتم، خیلی ناراحتم. عیبی نداره. میریم واسه پیک دوم که آقا کریم بنزما و رودریگو. ببین الان اونجاییه که یه کوچولو انتخاب رو واسمون سخت کردی. خب کارت رودریگو خیلی بهتره ولی برزیلیه، و ما برزیلی رو نمیتونیم برداریم و باید بنزما رو برداریم که کارت خوبی هم هست دیگه، خدایش ناله نمیکنه، کارت خوبیه. و نمیدونم اسکیل 5 یا ویک 5 که اسکیل 5 آقا دبلیو، خدایش این کارت رو تا حالا تجربه گیم پلیش رو ندارم و دوست داشتم تستش کنم. رزروا رو کامل میزنیم و بعد میریم سراغ ادامه ماجرا که جونم. اینم مثال دوم، دقیقاً به ما فریمپونگ تیم آف دیر داده، تیم آف دیسیزن داده که خیلی کارت خوبیه و بهترین این پلیر پیکه، ولی اینجا تروزارد ایونتو داریم، ایونت یورو، و ما باید تروزاردو برداریم. و دقیقاً جونم ای قشنگ داره هماهنگ با من پیش میره که اون مثالایی که زدم و عملیشو بتونم نشون بدم. تا اینجا یه کار پس درفت خوشگل شد، بریم رزرو سوم که همه رو میتونیم برداریم، غیر این کانو وسطیه همه رو میتونیم برداریم، زولا، کانتونا و ادامه دوستان که من زولا رو برمیدارم، کارت خوبی هم هستش، برمیدارم چون تورسی که الان تو تیمه به درد نمیخوره، احتمال زیاد دوتا مهاجم بشن بنزما و زولا، موقع تیم چیده همه اینا رو جا میدیم که ناتبد. ببین الان اینجا هم مثلا بهترین بازیکنی که داده این ویلیامز الاوز ریت و فلان و اینا که خب آمریکاییه، نمیتونیم برش داریم. رافینیا هم نمیتونیم برداریم ولی تئو رو میتونیم برداریم، تئوش اتفاقا کارت خوبی هم هست. و سی بی ما هم سه تا دفاع وسط داریم،
و میتونه جالب باشه که تئو رو بذاریم به عنوان سی بی سمت چپ، یعنی جا این حالا موقعی که اینو زدیم میذاریم تو تیم نشون میدم، بریم با سه بازیکن آخر رزرو. اینجا جاییه که واقعا از چالشی که گذاشتم پشیمون شدم، چون پنج دفاعه دارم بازی میکنم، چپ و راست یعنی RWB و LWB خیلی مهمه توی این ترکیب و این کارت کافو واقعا کارت خفنیه، ولی چون برزیلیه نمیتونم برش دارم و زنها رو برمیدارم دیگه، سری برداریم کافو رو میبینم عصبی میشم. بریم این CBA رو بزنیم، همینی که تئو قراره بره جاش که گزینه‌های بدی ندادش، کودرش کارت خوبیه، سنجوسش هم کارت خوبیه، هلندی هم هست میتونیم برداریم. بریم LWB رو بزنیم همینجوری رندوم. کلیزارو خدایش این کارت W، حتی لیزارازو اسمش، ولی واقعا کارت خوبیه با این که کارت بهترم داره، کارت فانتزی مانتزی و اینا، ولی ما ریسک نمی‌کنیم، برش می‌داریم و میریم واسه RWB که آها، یعنی از قصد میخواد این کافوها رو هی نشونم بده که من بیشتر درد بکشم دیگه. باش، هیچ عیبی نداره، هیچ عیبی نداره. منم از کارتایی که اینجا هستش هیچ کدومو غیر از این اسپینازولاه باش بازی نکردم و نمیدونم خوبه یا بد، ولی طبق پلی استایل و فلان و اینا حس میکنم این کارت خوبیه و فیرینپونگ هم کارت بهتر داره، ممکنه حالا بهمون بده توی این تعویزی مویزی ها. پس این کاستینیا رو برمیداریم، اصلا فکر کنم پرتغالی هم تا الان نزده بودیم. بریم سی بی کناریش هم بزنیم. به هیچی کلن یه بازیکن اروپایی فقط برداریم که همین جاوی سانچز اوکیه و دروازه‌بانمون هم بزنیم. که همشون شروور، ما همین آرئولا رو برمیداریم که فرانسویه. و ببین تیمه الان یه قرینگی خوبی داره که به خاطر این استیه خراب شده، یعنی این بره تیمو زدیم این سه تا بازیکن و این طرف دو تا بازیکن زدیم، این استیه رو بزنیم یه شکل خوبی میشه تیممون، پس این استی رو بزنیم خیالمون راحت شه. آها، این پلیر پیکو دوست دارم، امباپشو با کمال میل میتونیم برداریم، فرانسوی هم هست و کارت یورو و فلان هم کنارش نداده که ما مجبور شیم اونو برداریم. حالا این پلیر پیکو ما تو ویدیو بعدی و چلنج آمریکای جنوبی زده بودیم، باید نونیز رو برمی‌داشتیم و امباپه رو نمیتونستیم برداریم. بریم واسه امباپه. خوبه، خدایش درفت خوشگلی شد، ولی حالا اینکه کیو بازی بدم و چه جوری و فلانش یه کوچولو سخت میکنه ماجرا رو، ولی مثلا ما میتونیم بنزما امباپه بازی بدیم، یه مهاجم سنگین یه سرعتی، یا مثلا توروزا رو بذاریم و اینا، نمیدونم حالا تیمو میچینیم. بریم سری سابو بزنیم یکی در میون تا ته، که شروع میکنیم با جاو فیلیکس و گریمالدو، که من گریمالدو رو برمیدارم چون ممکنه جاو فیلیکس بهتر بهمون بده و اینم استیه و توی تیم ما هم استی زیاد داریم، گریمالدو رو برمیداریم با اینکه لیزاروزو رو داریم اصلا نیازی به این کارت نداریم. قرار بود یکی در میون بزنم، که خرابش کردم و همین خراب شدنه باعث شد که بیماریا بده و نتونیم برداریم. مکمنامنو برمیداریم، به تیممون نمیخوره به خاطر پوزیشنایی که میتونه بازی کنه، ولی تعویضی میاریمش، به نظرم با پیسی که داره و پلی استایلاش به درد تعویضی میخوره. بریم از اینجا یکی در میونو بزنیم دیگه خدایش. چه بازیکن اول ویتینیا جونم، کارتیه که واقعا دوست داشتم تستش کنم آجی، واقعا تو هیچ تیمی هم جلوم تا حالا ندیدمش، خیلی جالبه، یعنی نه رد پیکشو دیدم کسی زده باشه جلوم داشته باشه، نه همین کارت آبیشو، خود منم که بهم نداده تو هیچ کدوم از اکانتام و به نظرم کارتیه که ارزش تست کردنو داره. لینک مستقیم امباپه و این بازیکن زایهه که داریم چیز پرتغالیه هست، حالا تیمو خواستیم بچینیم اوکی میشه. بریم یکی در میون تا ته اینا رو بزنیم تموم شه، که اینجا آراوخو و گابریل رو نمیتونیم برداریم، پس دیاکیتا رو برمیداریم که چون از لیگ فرانسه است اونم لینکش اوکیه. دروازه‌بان ذخیره یه بازیکن خوب بهم میدی؟ آها، الیسون بکر میده که نذاره برداریم دیگه، راضی هم ازش، ولی این دوتا رو میتونم بردارم، فرانسوی هن، آلمانی ها رو میتونم بردارم، ولی اینا لینک تیم هم، این یارو رو برمیدارم چون اون بغلیش 85 رو میدونم خیلی شروع بره،
چون بازیکن دفاع وسط بوده تو ایونت چیز اومدن دروازه‌بانش کردن که اصلا به درد نمیخوره. بریم دوتای آخر، دوتا تعویضی آخر که بلاند که سخت بشه. جاناتان تهو بر میدارم، با اینکه من از این کارت جاناتان تهو بدم میاد، برش میداری و اینم تعویضی آخر. تعویضی آخر دوست دارم یه چیز خوب باشه، گاوی. خداییش گاوی برای من کارت خوب حساب میشه، شما رو نمیدونم. ولی حس میکنم یه کوچولو هافبکی تیممون کم داره، یعنی الان ویتینیا رو فقط داریم تو تعویضی و دفاعی مفاعی نداریم دیگه. اینجا بریم اول سی بی رو بزنیم و با سه تا هافبک کارو تموم کنیم، که هیچ کدوم از کارتا کارت خوبی نیست، ولی گواردیولش نات بد با اینکه کارت بهتر رو اینا داشت و فلان میتونست اون رو بده، ولی اوکی. گواردیولو میندازیم تو تیم، بریم دوتا سی ام اول بزنیم و آخر سی دی ام، که بازیکن اول دبلیو. یعنی من داشتم سیسوکو رو نگاه میکردم و فلان، ولی گورتکا داد. گورتکای واقعا کارت خوبیه و سی دی ام هم میتونه بازی کنه، یعنی الان اگه سی دی ام بد داد بعدا سرش واقعا اصلا میزنیم. میخواستم آخر بزنم ولی بین دوتا سی ام میزنیم. برو بریم که دبلیو دبلیو خداییش، هم جاکا دبلیو هم رو بنوش. ولی حتی این کارت استاتی بهتر از جاکا، ولی من جاکا رو برمیدارم چون پلی استایلاش بهتره و لینک جاناتان ته و ایناست دیگه، یعنی میتونیم قشنگ بندازیمش تو تیم. حتی لینک چیزم از لیزارازو و همین کارت گورتسکا اینا هم هستش. فکر کنم از این تیم من کمیستری خوبی بتونم بکشم بیرون. بذار بازیکن آخرم بزنیم بعد بریم تیمو بچینیم، که بازیکن آخر بازیکن خوبی توش نداره، ولی فیرمینو شالبه. دوست داشتم تست کنم ولی خب چون برزیلیه نمیتونم بردارم دیگه، بعد از بقیه بازیکن‌ها برداریم که ایلکایو برمیدارم. کارت خوبی نیست به نسبت تیم من. منیجرمونم باید چیز باشه دیگه، اروپایی باشه، که کاش دیرتر میزدم که بتونم تیمو بچینم بر اساسش. ولی نمیدونم، واقعا نمیدونم کیو بردارم که چیز باشه. بذار یه دونه از این آلمانی‌ها رو برداریم، شاید به دردمون بخوره. اینم شد نتیجه نهایی و تیم نهایی، که خودش تیم خوبیه، یعنی میتونم بگم ضعف خاصی نداره. مثلا بعضی موقعا جلو رو خوب میده، دفاع مفا خوب نمیده، ولی الان میتونم بگم تیم کامله. تنها نقطه ضعفش فرمیشنشه، که به نظرم فرمیشنه زیاد اوکی نباشه و من چون 5 دفاع کلا بازی نکردم امسال، اینستراکشن اینا مثلا نمیدونستم که چی بذارم و کلا میخوام دیفالت بازی کنم و اصلا نمیدونم واقعا اینستراکشن 5 دفاع امسال چی متا و چی اوپی و فلان، ولی همین تیمو همین شکلی میخوام برم باش بازی کنم. تعویضیامون هم سعی میکنیم حتما اگه هیچ کدومم وقت نشود بیاریم و اینا، تورزاردشو بیاریم چون کارت ایونت و مهمه که تستش کنیم. پس برو بریم سراغ گیم پلی. تیم حریفمون هم زیاد ندیدم، یعنی تا اینجاش که دیدم همه کارتایی از تاریخ مصرف گذشته بود، یعنی مال ایونت های قبل بود، ولی این داور شوکرش چون ستا پلی استایل پلاس داره مشخصه که همین ایونت جدید است. چرا رفت بیرون؟ لفت داد توی شرف و سرف سرف لفت داد. خب دادش یه فیریوین میدادیم و که داریم گیم پلی میذاریم مچ دومو بریم، الان دوباره باید از اول مچ اولو بریم. نامردیه این خودش. بریم واسه مچ دوم که همون بازی اولمونه در واقع، چون اون قبلی که وین حساب نشد واسمونو دوباره بازی اولو استارت کردیم، ولی رکب خوردم، یعنی ردی کردم بازی که میخواست شروع شه ثانیه آخر دو نفره شدن. الان حریفمون دو نفرن و این تیمشه. کرویف 97 داره و اونم 5 دفاع است و قراره بازی تو مخی باشه. واقعا ناراحتم، حداقل حریف قبلیه یه وین بهمون میداد، از ناراحتیم یکم کم میشد. آها یا حضرت لگ، چرا تو حمله ها خوب لگ میشه؟ یعنی جا حساس کار که من میخوام سانترو بکشم لگ میشه. نگاه سانترو خورد به کجای یک رویف من نمیدونم، ولی الان همینو میره تک به تک میشه. یا حضرت پاس که جونم تو نجاتم دادی. از تیم اصلی فکر کنم بازیکن خاصی نبود که بخوایم تستش کنیم بگیم آقا مثلا نظر بدیم، یعنی بعد بازی که کارت خوبیه یا بدیه. همه رو قبلا چون جاهای مختلف تست کردیم و جونم تو، یعنی اصلا تست تو دفاع وسط رو داریم تو این ویدیو.
چیکار کرد؟ این خطرناکه، این خطرناکه. اوه خوش این تیوه باگه؟ به خدا من اصلا همه توپا رو ریدم، این خودش داره دفاع میکنه. پشمام ریخته، خیلی خوبه. یا خدا بارنز رو کشید بیرون، مسی آورد تو. مسیش هم دو پله استایل است. چی دیگه؟ همینجوری تیم یارو خوب بود، خوبتر شد. چه استایل باحالی داره ویتینیا. بیسش هم اسکنه. اوه پاسو ببین، پاسو ببین. آها گل لاشخوری میزنه. اصلا خوشگل بود، خدایش لاشخوری نبود. لاشخوری به ریباند و نمیدونم باگ و اینجا شروورا میگن. این خیلی خوب. یا اول فصل آجی بازم تیو گرفت، ولی دروازه‌بانه کجاست؟ کمپل اینجا باید بهمون گل بزنه. آجی دروازه‌بانه واقعا کمکاری کرد. درسته تیو هد بی جایی زد، اون توپ اول مال دروازه‌بان بود، ولی توپ دومو میتونست بیاد مش کنه. نیمه اول یک یک مساوی، ولی واقعا بازی سخت و گره خورده ایه. یعنی یه جا دفاع یارو باز شد من گل زدم، یه جا هم رو در دیواری ریباند کورنر و فلان و اینا اون گل زد. واقعا بازی سختیه. با اینکه کماکان با بنزمای دوست داشتم پلی بدم، یا حتی زولا رو دوست داشتم بیارم به خاطر فینس پلاس و فلان، ولی چون گل داده بودم تروزا رو آوردم. یه تستی از تروزا ایونت بگیریم ببینیم کارت خوبی هست یا نه، چون به نظرم بلژیک تیم نات بدیه و میتونه چند تا آپگرید بگیره این کارت، و چون لینک و ایناش هم خیلی راحته و آرسنال و اینا، به نظرم خیلی کارت خوبیه. تستش میکنیم که مطمئن شیم ببینیم واقعا کارت خوبی هست یا نه، که جونم تئو. علاوه بر سخت بودنه، بازی عجیب شده به خاطر اینکه هر دومون داریم 5 دفاعه بازی میکنیم و تو باکس هر دومون خیلی پره. یعنی من حریف جلوم زیاد شده 5 دفاعه بازی کنه، ولی چون خود من 5 دفاعه بازی نمیکنم، هیچ موقع اینجوری نشده بود که انقدر دفاع تو دفاع بشه. ولی خب واقعا عجیبه. رد شده بود گل اسمی شده بود، نذاشتن که رد شه. یا اول فد جونم تهو. حاجی بازم تهو گرفت توپ رو. یعنی من با یه نفر تکلو بستم ولی توپ خورد به تهو. جونم ویتینیا. ویتینیا بود فکر کنم. داش خیلی داره وحشیانه بازی میکنه. درسته دو نفرین، ولی من یه نفرم، یه نفر قوی. یعنی این اگه گل میشد که جونم دروازه‌بان، واقعا من بسته بودم رو گل، حس نمیکردم بگیره. ولی واقعا اگه این گل شده بود، فقط و فقط به خاطر دو نفره بودنشون بود که گل شده بود، چون مسیشو کامل برد تو موقعیت. هیچ موقع تو یه نفره نمیتونی بازیکن تو انقدر خوب کنترل کنی و ببری تو موقعیت درست. واقعا شانس آوردم گل نشد فقط. اوه چه توپی گرفت، چه توپی گرفت. جونم تروزار، جونم تروزار. یکم خوشحالی گلش تاکسیکه، ولی خوشحالی خود تروزار رو میسنی که چون من زبدر زدم. من واقعا نمیخواستم تاکسیک بشم، چون هنوز دقیقه 81 و الان سر این خوشحالی من استرس گرفتم. آجی یارو هم پاس زد تا میتونه بکشه جلو و این ترسناک شد. حاجی من معذرت میخوام همینجا، من به خدا نمیخواستم تاکسیک شم، من فقط زبدر زدم. دفاعم همه جه ها موندن، هیچی نشده. اوه جونم. باید بازی رو باز کنیم اگه میخواییم موفق باشیم، بهترین راهش همینه. بدین شکل ما بازی رو باز میکنیم و چه فضایی داره تروزا. لحظه دیدم و به موقع هم دیدم. وای آجی گذاریش خوب بود. یعنی اگه اینجا اون بنزمایه بود به خاطر فینس پلاسش توپ گل شده بود. ای جوناتان ته اینجا چی کار میکنه؟ یه تکل سالم نمیتونه بزنه این بشر. همینجا هم که زدش خطا کرد، کارتم گرفت. ولی اگه ضد حمله یارو میزد واقعا خطرناک بود. جلو ضد حمله رو به خوبی گرفت، ولی وای پوشکاش که آورد. یه خیال جی جی. خودش بازی سختی بودش، و چون تک گیم پلیمونم بود واقعا ترای هارد زدم
و بازی سختی بود دیگه، میگم اصلا ممکن بودش من 2-1 ببازم، یعنی بازی کمگلی بود و اگه همون تک به تکی که یارو با مسیش نزد و زده بودش من واقعا باخته بودم این بازی رو، احتمالا دیگه نمیتونستم گل بزنم. ولی تئو MVP من تئوه واقعا، با دف 82 به عنوان سی بی بازی کرد و ترکوند. اگه اون حریف اولیه بهمون فریبین داده بود به جای اینکه 0-0 لف بده اینو میبردیم، میرفتیم دوتا بازی آخرم میزدیم. ولی الان سه تا بازی مونده، ویدیو هم طولانی شد، من با اینکه اصلا حرف نزدم فقط تیمو چیدیم و بعد اومدیم بازی، یه کوچولو ویدیو طولانی شد. ولی اگه دوست دارین که تو ویدیو بعدی که کوپا آمریکا تا تهش رو بازی کنیم، یعنی حداقل تا جایی که حذف بشیم بازی کنیم، تو کامنت ها واسم بنویسین و منتظر اون ویدیو هم باشین، کانال رو سابسکرایب کنید و مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسم من دنی پینکمن و تا ویدیو بعد فعلا.